سرخط خبرها. سفر وزیر خارجه آمریکا به ریاض. مقام‌های عربستان می‌گویند به زودی شواهد دخالت ایران در حمله به تأسیسات نفتیشان را ارائه می‌کنند. رأی فدراسیون جهانی جودو. جودوی ایران به دلیل امتناع از مسابقه در مقابل اسرائیل تعلیق شد. نتانیاهو و گانتس شانه به شانه. نتایج غیر رسمی نشان می‌دهد انتخابات اسرائیل تا کنون برنده‌ای نداشته. و جنگ با امواج خروشان بعد از نبرد با سرطان. داستان اولین زنی که بدون توقف 4 بار مسیر میان بریتانیا و فرانسه را شنا کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. ولیعهد عربستان گفته به زودی مدارکی ارائه می کند که نشان می دهد ایران پشت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو بوده. محمد بن سلمان همچنین از جامعه جهانی خواسته با اقداماتی که امنیت بین المللی را تهدید می کنند برخورد کند. محمد بن سلمان این حرفها را پیش از دیدار با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بیان کرده که به ریاض رفته. در ایران وزارت خارجه در نامه‌ای به سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست ادعای دست داشتن در حمله‌های روز شنبه را رد کرده و گفته اگر به منافع ایران حمله شود واکنش ایران فراتر از حمله متقابل به منشأ آن حمله خواهد بود. ژوره گل گزارش می‌دهد. 5 روز از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی می‌گذرد. تحقیقات درباره مبدأ این حملات ادامه دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از همان ساعت اولیه ایران را متهم به این حملات کرد. او به عربستان رفته تا با مقامات سعودی درباره عکس‌العمل به این حملات گفتگو کند. برخی از مقامات آمریکا گفتند که حملات شنبه گذشته حملاتی پهپادی و موشکی بوده که مبدأ آن از جنوب خاک ایران در نزدیکی مرز عراق بوده است. ژنرال جوزف دانفورد فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته برنامه‌ای برای حمله به ایران وجود ندارد. او درباره این حملات گفت ایران یا گروه‌های نیابتی وابسته به ایران احتمالاً پشت این حملات بودند. حملات بسیار پیچیده و دقیق بودند. اما دولت ایران این اتهامات را رد کرده. در نامه‌ای به سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران، وزارت خارجه ایران به واشنگتن هشدار داده و نوشته اگر اقدامی علیه ایران صورت بگیرد آن اقدام بلافاصله با پاسخ ایران روبرو خواهد شد و دامنه آن محدود به منشأ تهدید نخواهد بود. اگر تهدیدی علیه کشور ما تو این فضا مطرح بشه پاسخ ما کاملا روشن هست، با همون قاطعیتی که به در واقع تجاوز اندک پهباد آمریکایی به کشورمون پاسخ دادیم همین قاطعیت همواره وجود داره. شبه نظامیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند و میخواهید در برابر این آتش افروزی هایی که انجام دادید کسانی نباشند که پاسخ بدن. رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه هیئت دولت بار دیگر به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن تاخت. اینا یک مرکز صنعتی رو حمله کردن برای اینکه به شما هشدار بدن. درس یاد بگیرید از این هشدار، به فکر این باشید که جنگ در منطقه خاموش بشه. تحقیقات ماموران آمریکایی و سعودی ها درباره این حملات ادامه دارد. انگشت اتهام به سوی ایران نشانه رفته. سفیر جدید عربستان در بریتانیا به بی بی سی گفت که کشورش دارد گزینه‌های مختلف در واکنش به این حملات را بررسی می‌کند. مطمئناً از حمایت ایران برخوردار بوده. نمی‌خواهیم سریعاً عکس‌العمل نشان دهیم. آخرین چیزی که می‌خواهیم درگیری بیشتر در منطقه است. حملات تنها ضربه به عربستان نبود، بلکه حمله به اقتصاد جهانی بود. دولت عربستان سعودی قرار است امروز رسماً اطلاعاتی بیشتری درباره این حملات منتشر کند. ژیورگول، بی بی سی.
ایان بلک، روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه از شمال لندن با ماست. آقای بلک، عربستان به نظر میرسه که دنبال حمایت جامعه جهانی برای پاسخ به حمله هایی که شد روز شنبه. چه نوع حمایتی رو انتظار داره عربستان بگیره؟ فکر میکنم روشنه که عربستانی ها این شرایط موجود رو دارن طوری نشون میدن که به نوعی باید یک جواب بین المللی دریافت کنه. علاوه بر اون سخته که بگیم که به خصوص بر اساس اون چه که آقای ترامپ در چند دقیقه گذشته گفته که تحریم های جدیدی رو علیه ایران وضع خواهد کرد، این ادامه همون سیاست آمریکاست که از زمانی که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شد پیش گرفته، توافقی که در سال 2015 کشورهای جهانی بهش رسیدن. بنابراین این قطعا چیزی است که فکر می کنم در راستای سیاست‌های عربستان هست و فکر می‌کنم خیلی جالبه که هم آمریکایی‌ها و هم عربستانی‌ها به هیچ عنوان، حداقل هیچ میلی در ظاهر حداقل ندارند که به لحاظ نظامی قضیه رو بالاتر از این ببینند که این میتونه دولت ایران رو کلاً خارج بکنه از کنترل. و همین امروز اگر دیدیم که اونها گفتن، ایرانی‌ها، که اگر هر گونه اقدام نظامی بشه اونها تلافی خواهند کرد هر گونه حمله ای رو. بنابراین فکر می‌کنم همه می‌فهمند که این یک شرایط بسیار خطرناک است و برای همین هم همه در جوابی که دارن میدن به این مسئله محتاط دارن عمل می‌کنن. اینکه ایران گفته اگر که حمله‌ای به ما بشه جوابمون فقط به منشأ حمله نخواهد بود، این تهدید شامل چه کشورهای دیگه‌ای میشه؟ ببینید، نقشه منطقه خیلی روشنه. در واقع کشورهای حوزه خلیج هستند و همینطور کشورهای دیگه هستند از طرف عرب‌ها، کشورهای زیادی که از عربستان حمایت می‌کنند، کویت از اون بالا تا بریم پایین تا امارات متحده عربی و عمان و سعودی‌ها رهبری این مسئله رو بر عهده گرفتن. اونها قطعا یکی از اهداف خواهند بود و در واقع به همین دلیل هم هدف قرار گرفته تأسیسات نفتیشون. ولی تصویر بزرگتر اون جنگیه که در یمن داره اتفاق میفته، ائتلاف به رهبری عربستان، اتهاماتی که بارها و بارها از طرف سعودی ها و آمریکایی ها که گفته، اونها میگن که ایرانی ها پشت اقدامات حوثی ها در یمن هستن. ایرانی ها همیشه رد کردن اینکه اونها نقشی در حملات بر تأسیسات نفتی عربستان داشتن، ولی در واقع اونها در ابتدا هم همه حملاتی رو که در ماه‌های اخیر بر نفتکش‌ها در خلیج هم دیدیم اونها رد کرده بودن و الان دیگه شکی نداره کسی که اونها مسئول اون حملات بودن. بنابراین این مسئله که اونها باید گوش بکنن به اونچه که در آمریکایی‌ها و عرب‌ها دارن میگن و دنیا داره گوش میکنه که ایران پشت این حملات اخیر هم بوده. ممنونم ازتون، ایان بلک، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه. ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده که دولت آمریکا هنوز به حسن روحانی، محمد جواد ظریف و هیئت همراه او ویزا نداده تا آنها بتوانند در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کنند. بنابراین گزارش، اگر ویزاها به زودی صادر نشوند، ممکن است سفر رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش لغو شود. فدراسیون جهانی جودو ایران را تعلیق کرد. این فدراسیون گفته این تصمیم پس از اتفاقاتی است که در مسابقات جهانی جودو در توکیو برای سعید ملایی رخ داد. در این مسابقه ها جودوکای ایرانی برای روبرو نشدن با رقیب اسرائیلی به حریفانش باخت. سعید ملایی بعد از این مسابقه ها گفت که با دستور مسئولان ورزش ایران شکست خورده. این اولین باری است که کل یک فدراسیون ورزشی ایران به دلیل مسابقه ندادن با حریفان اسرائیلی تعلیق می شود. پوریا جعفر، خبرنگار ورزشی ما اینجا با ماست. پوریا، چقدر انتظار می‌رفت چنین واکنشی از طرف فدراسیون جهانی جودو؟
میشه گفتش که خیلی خیلی زیاد، به خاطر اینکه اومدن ویدیو رو نشون دادن، مدارک رو جمع کرده بودن، هشتگ من از مولایی حمایت میکنم رو فدراسیون جودو انتخاب کرد به عنوان دسته خودش روی توییتر و از قبلش هم اعلام کرده بود که ما پرونده رو رجوع دادیم به کمیته جهانی المپیک. یعنی مدارک جمع‌آوری شده بود، رفته پیش کمیته جهانی المپیک، با نظر کمیته جهانی المپیک، یعنی که اون چیزی که اونها مشاوره کردن باهاشون، چنین تصمیم گرفته شده. چقدر این رو میشه ضربه ای ارزیابی کرد برای جودوی ایران؟ واقعا نزیاد، به خاطر اینکه ایران خیلی کم پیش میاد. مثل کشتی نیست جودو که قهرمان‌هایی داشته باشه که همیشه بخوان در سطح یک جهانی برای مدال طلا بجنگن. دو بار تا به حال در تاریخ ایران این افراد داشتیم که هر دوتاشون اتفاقا به خاطر مسئله روبرو نشدن با اسرائیل کنار رفتن. یکیشون که آرش میراسماعیلی بود در المپیک 2004، رئیس فعلی فدراسیون جودو ایران، که کنار رفت و مسابقه نداد، نفر اول رنکینگ جهانی بود، و دیگریش هم سعید مولاییه. بقیه به اون صورت شانسی ندارن. بنابراین اگه که منظورت از نظر اینه که چقدر مدال بیارن، نه، زیاد تأثیری ایجاد نمیکنه. ولی شاید بشه گفتش که این تصمیمی که فدراسیون جودو گرفته ممکنه راهی رو باز کنه برای فدراسیون‌های دیگه، مثلا همین کشتی که اشاره کردی، که اونا بخوان چنین تصمیماتی بگیرن. در اون صورت ایران براش ممکنه که خیلی مهمتر باشه. درسته، چون پرونده بالاخره بازه الان، دست کمیته جهانی المپیکه، و اینکه فدراسیون‌های دیگه هم اگه که بخوان تصمیم این چینی بگیرن، بعد ارجاش بدن به کمیته بین‌المللی المپیک. بعد اونجا دیگه خیلی راحته، روی میز پرونده‌ها رو می‌ذارن کنار هم دیگه و تصمیم گرفتن براشون خیلی آسان‌تر میشه. تکلیف سعید مولایی اینجا چی میشه؟ چون که هنوز پناهندگی از کشور نگرفته و الان هم اسمش اومده توی این بیانیه‌ای که فدراسیون جودو داده، و به خاطر اینکه نتونسته مسابقه بده فدراسیون جودو محروم شده. من باش هفته پیش صحبت کردم که مسابقه کاملش رو هفته آینده در شبیه برنامه به عبارت دیگر خواهید دید، و حرفی که اونجا به من زد این بود که منتظره که فدراسیون جهانی جودو یک استثناء برای او قائل بشه، به خاطر اینکه پناهنده نیست همونطور که گفتی، و مثل مثلا کشور روسیه هم نیستش که کل ورزشکاراشو بیان بگن که شما به خاطر اتفاقایی که افتاده زیر پرچم المپیک مسابقه میدید. در واقع اون کسایی که زیر پرچم المپیک مسابقه میدن تیم پناهجویانه، ولی که ایشون تا این لحظه پناهنده نیست، منتظره که ببینه چه تصمیمی براش میگیرن. استثناء قائل خواهند شد، گفته شده، تضمین داده شده بود بهش از طرف فدراسیون جهانی جودو و کمیته المپیک که در مسابقه 2020 شرکت بکنه. اما یه نکته خیلی ریزی که آخر سر به من گفت اگه که همه چی با هم دیگه پیش نره، شاید احتمال این که زیر پرچم یک کشور دیگه مسابقه بده هم هست، احتمالاً این کشور میتونه آلمان باشه. خیلی ممنونم ازت همکارم پوریا ژافره. اینجا با ما برنامه رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. مقام‌های عربستان می‌گویند به زودی شواهد دخالت ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو را ارائه می‌کنند. فدراسیون جهانی جودو ایران را به دلیل امتناع از مسابقه در برابر حریف اسرائیلی تعلیق کرد. در ادامه برنامه، یک زن اهل کلرادو مسیر دریایی میان بریتانیا و فرانسه را 4 بار بدون توقف شنا کرد. گذرگاه مرزی ترخم بین افغانستان و پاکستان به صورت 24 ساعته باز شد. عمران خان نخست وزیر پاکستان در مراسمی به همین مناسبت این اقدام را تاریخی خوانده و گفت که امیدوار است که گذرگاه ترخم سبب گسترش روابط تجاری دو کشور شود. تجارت بین افغانستان و پاکستان بارها از تنش‌های سیاسی متاثر شده و حالا این گام امیدواری به بهبود آن را در هر دو کشور بیشتر کرده. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ماست. علی، این چقدر مهمه برای افغانستان؟ خب برای افغانستان خیلی مهم میتونه باشه. گذرگاه ترخم یکی از پرترددترین گذرگاه ها بین دو کشور است. آمارهای قبلی نشان میداد که روزانه در حدود 3000 نفر از این گذرگاه عبور و مرور میکردن، با توجه به تنش هایی که بین دو کشور وجود داشت و رفت و آمد، به ویژه رفت و آمد موترهای تجاری هم کاهش پیدا کرده. حالا تخمین زده میشه که
در صورتی که این گذرگاه 24 ساعت باز باشه، آمار 3000 نفر میرسه به حدود 10000 نفر که میتونه برای هر دو کشور مهم باشه. به همین خاطر هم عمران خان نخست وزیر پاکستان از این اقدام امروز به عنوان یک اقدام تاریخی یاد کرد. در زمان کارزارهای انتخابات پاکستان، عمران خان وعده باز نگه داشتن گذرگاه تورخم به صورت 24 داده بود و در سفر قبلی آقای غنی رئیس جمهوری افغانستان و پاکستان هم پیشنهاد شده بود که این گذرگاه 24 ساعته باز باشه که این اقدام عملی شده. چقدر احتمال میره با توجه به اینکه تنش همیشه بین دو کشور بالا بوده، اینکه حالا باز شدن این گذرگاه یه مقداری ثبات ایجاد کنه بین در روابط دو کشور؟ از طرف پاکستان ببینید در مراسم رسمی که به همین مناسبت برگزار شد خیلی گرم جلوه داده شده بود این، و وزیر خارجه، نخست وزیر پاکستان، مقام‌های بلندپایه ایالتی پاکستان حضور داشتن. یعنی یک نوع نشان دهنده دلگرمی پاکستان به این که این گذرگاه بتونه روابط دو کشور را بهبود ببخشه. از سال 2017 پاکستان محدودیت‌های را اعمال کرده بود بر این گذرگاه و میزان تجارت دو کشور از 3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بود به 1 میلیارد دلار. اما حالا گفته شده که باز بودن 24 ساعته گذرگاه تورخم سبب میشه که این میزان برگرده به دو برابر بشه. برخی از تاجران در داخل افغانستان ابراز امیدواری کردن که اگر این گذرگاه به صورت 24 ساعته باز باشه میتونه به بهبود تجارت روابط تجارتی بین دو کشور کمک زیادی کنه. به هر حال این مسائل بیشتر ربط داره به تنش‌های به روابط سیاسی دو کشور، همانطور که در گذشته متاثر بود از تنش‌های سیاسی بین دو کشور. ممنونم از علی حسینی از کابل با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رابرت سی اوبرایان را مشاور امنیت ملی خود کرد. او جانشین جان بولتون می‌شود که 8 روز پیش در پی اختلاف با آقای ترامپ برکنار شد. آقای اوبرایان نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور گروگان‌ها در وزارت امور خارجه آمریکا بود. آقای ترامپ در توییت این خبر را اعلام کرده و گفته که با آقای اوبرایان مدت هاست کار کرده و او به خوبی از عهده این سمت برخواهد آمد. خبرنگار ما بهمن کرباسی در نیویورک با ماست. بهمن، چی می‌دونیم از آقای اوبرایان؟ آقای اوبرایان در واقع در وزارت خارجه کار می‌کرده، ولی سمتش نماینده ویژه رئیس جمهور برای آزادی آمریکایی‌هایی که در کشورهای مختلف بازداشت هستند بوده. همین اخیراً وقتی که یک خواننده آمریکایی در سوئد بازداشت شده بود، اونجا شخصاً رفت برای اینکه کمک کنه و در مواردی هم قبلاً مذاکره کرده بود برای آزادی آمریکایی‌ها در ونزوئلا و کولومبیا هم یه مورد بود و همچنین کره شمالی. و میدونیم که به تبع در روی میزش تلاش برای آزاد کردن آمریکایی‌ها که در ایران بازداشت هستن هم بوده، گون که به جایی نرسیده. اما مهمتر از اون به نظر میاد پیام انتصاب آقای اوبرایان این است که آقای ترامپ تحمل کسانی که جلوش بیستن رو نداره و آقای بولتون رو که خب چه باش موافق باشن افراد چه مخالف باشن، یه شخصیتی بوده که خیلی به ایده‌هاش پایبند بوده و پیگیر بود به اینکه سیاست آمریکا رو به سمتی که معتقده ببره. حالا کسی رو گذاشته که چندان ازش انتظار نمیره که به آقای ترامپ مشاوره بده که او خوشش نیاد یا در برابرش بیسته. دنجه جایگزین کردن کسی است که در برابر رئیس جمهور شاید نتونه خیلی اظهار وجود بکنه. این رو در وزیر موارد قبلی مثل وزیر دفاع هم دیدیم، در وزارت خارجه هم دیدیم که آقای پومپئو خیلی حرف شنوتر از آقای ترامپ نسبت به وزیر خارجه قبل. به همین جهت به نظر میاد همون روند رو داره پی میگیره، کسانی رو داره جایگزین میکنه که حرف شنوی بهتری ازش داشته باشن. در این صورت فکر میکنی که سیاست آمریکا از این لحاظ بیشتر طوری باشه که تصمیم گیرنده آقای ترامپ باشه و به نوعی غیر قابل پیش بینی باشه تصمیماتی که گرفته خواهد شد؟ به نظر میاد که تصمیم گیرنده آقای ترامپ هست در همین الان. بله، این یه مقدار دستش رو بازتر میکنه که در درون کاخ سفید مقاومت در برابر تصمیماتش کمتر بشه. در همین چند دقیقه قبل از اینکه این توییت رو بزنه که آقای اوبرایان رو منصوب کرده، یه توییت دیگه هم زد که گفته بود من به وزیر دارایی دستور دادم تحریم ها رو بر علیه ایران
افزایش چشمگیری بدن. به همین جهت به نظر میاد که سیاست رو خود آقای ترامپ داره تعیین میکنه. یک گزارش دیگری منتشر شده دقایق قبل از اون که گفته که به مشاورینش گفته، شکایت کرده که چرا سعودی‌ها خودشون، عربستان خودش با ایران برخورد نمیکنه، چرا ما باید دخالت کنیم. در نتیجه ایده های خودش رو خیلی راحت تر میتونه به کرسی بنشونه وقتی کسانی باشن که الزاماً پایبند به یک سیاست متفاوتی نباشن و در برابرش مقاومت نکنن. ممنونم ازت بهمن کرباسی از نیویورک با ما. نتایج غیررسمی انتخابات سراسری اسرائیل نشان می‌دهد که یک بن‌بست سیاسی شکل گرفته. حدود 90% آرا شمرده شده و تا اینجا نه حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو رأی لازم را برای تشکیل دولت ائتلافی به دست آورده و نه ائتلاف رقیبش به نام آبی و سفید. بنی گانس رهبر ائتلاف آبی و سفید با رهبر حزب راستگرای اسرائیل بیتونا یا اسرائیل خانه ما همصدا شده و خواهان تشکیل دولت وحدت ملی شده. مرداد فرهمن خبرنگار ما از تل آویو با ماست. مرداد، حالا که نتایج به این شکل شده، فکر میکنی که کدوم طرف شانس بیشتری دارن برای اینکه دولت تشکیل بدن؟ فعلا اصلا قابل پیش بینی نیست این وضعیت، چون که خیلی وضعیت پیچیده است و همه در حال محاسبه اند. همه نشستن حساب میکنن که چگونه میشه این احزابی رو که بعضیاشون با هم در تضاد کامل هستند در یک دولت واحد نشون، چون اگر که بخواد دولت وحدت ملی تشکیل بشه نیازمند این است که همه احزاب توش باشن، در حالی که برخی از این احزاب از قبل اعلام کردند که با یک یا دو حزب دیگر به هیچ وجه حاضر نیستن که در دولت شرکت بکنند. از اون طرف هم ائتلاف هم همین مشکل رو داره. شاید اگر این انتخابات دیروز برنده ای داشته، این برنده عرب های اسرائیل بودند که تعداد کرسی هاشون در مجلس پیشرفت چشمگیری داشته. اونها که قبلا 9 کرسی داشتند، وقتی که دیشب نتایج اولی در اومد مشخص شد که 12 کرسی رو به دست آوردن و حالا داره این رقم حتی تا 15 تا هم گزارش میشه، در حالی که رقم هایی که از دیشب استناد به نسبت داده شد به دو حزب لیکود و سپید و کبود از رو به کاهش بوده. اول 32 یا 33 گفته شد، حالا به 30 و 31 هم کاهش پیدا کرده. اینجا اما مسئله اینه که درست عرب‌ها نقش تعیین کننده‌ای پیدا کردن. اگر که هر یک از دو طرف بخواد که با اینها تشکیل ائتلاف بده و احزاب دیگری هم راضی کنه که وارد ائتلاف بشن، اما مشکل اینه که عرب‌ها گفتن که با حزبایی که راستگرای افراطی باشند، به طور مشخص همین حزب اسرائیل خانه ما که بهش اشاره کردی، حاضر نیستند در هیچ ائتلافی حضور داشته باشند. از اون طرف هم حزب اسرائیل خانه ما گفته که در هیچ ائتلافی یا دولتی با حضور عرب‌ها حاضر نیست شرکت بکنه و این چیزی است که بن‌بست ایجاد کرده و فعلا داد و ستد سیاسی هست که تعیین کننده خواهد بود، اینکه چطور بتونن که راضی بکنند احزابی رو که با هم آشتی ناپذیرند که در صورت دریافت امتیازهایی حاضر بشن که در دولت شرکت بکنند. آقای نتانیاهو تا آخرین لحظه خیلی تبلیغ میکرد و همه جا میگفتش که برید رای بدین، چون که عرب ها خیلی به طور زیادی در انتخابات شرکت کردن و شمارشون خیلی بالا بوده. به نظر میرسه که واقعا هم همینطوری شده. با این تبلیغاتی که آقای نتانیاهو کرده، احتمال اینو میبینی که حالا این عرب ها با حزب لیکود بخوان ائتلاف کنن؟ احتمالش بسیار بسیار بعیده. گرچه میگن در سیاست هیچ چیزی غیر ممکن نیست، اما خب قبلا آقای نتانیاهو موضعش رو در قبال عرب ها مشخص کرده و عرب ها هم بعید به نظر میاد که بخوان که با آقای نتانیاهو با چنین موازی و چنین پیشینه ای که داشته بخوان در یک دولت واحدی حضور پیدا کنند. اما مشکل هم این در طرف مقابل هم همین مشکل هست. در اونجا هم آقای گانتز اگر بخواد دولت ائتلافی تشکیل بده، عرب ها میتونن نقش تعیین کننده داشته باشند ولی کافی نیستند. بایستی که حزب اسرائیل خانه ما هم رو هم وارد ائتلاف بکنه که به رهبری لیبرمن، که آقای لیبرمن هم با عرب ها حاضر نیست که بنشینه، چون که توضیح دادم احزاب کوچکتر هم با مثلا شمار کرسی های 5 تا که به دست آوردند اونها نقششون تعیین کننده نیست و میمونه اینکه راه حل های دیگه ای بخواد باشه. مثلا اینکه خب تشکیل دولت وحدت ملی هم مانند همین مسئله ائتلاف مشکل آفرینه. میمونه اینکه شاید رئیس جمهور اسرائیل تصمیم بگیره که بیاد و نخست وزیری رو چرخشی بکنه بین آقای نتانیاهو و آقای گانتز، هر کدوم 6 ماه 1 سال نخست وزیر بشن، چیزی که پیشتر هم در تاریخ اسرائیل سابقه داشته، یا اینکه باز شاید ناچار بشن بار دیگه انتخابات برگزار کنند.
ممنونم ازت مهرداد فرهمن از تل‌آویو. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا به پارلمان اروپا گفته پیشرفتی در مذاکرات بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نمی‌بیند. 6 هفته مانده به موعد برگزیت، آقای یونکر گفته دولت بریتانیا هیچ پیشنهاد قاطعی برای وضعیت مرز ایرلند پس از برگزیت ارائه نداده. رئیس کمیسیون اروپا گفته اتحادیه اروپا با خروج بدون توافق بریتانیا مخالف است. میشل بارنیه نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت گفته قبل از هر گونه گفتگو بر سر آینده روابط بریتانیا با اروپا باید مسائل موجود حل شود. و در بریتانیا دیوان عالی برای دومین روز به بررسی تصمیم بوریس جانسون پرداخت تا ببیند نخست وزیر با تعلیق پارلمان قانونی عمل کرده یا نه. قاضی ها در مورد 2 درخواست تصمیم می گیرند، یکی رسیدگی به شکایتی کارزار سیاسی و دیگری تجدید نظر در رأی دادگاهی در اسکاتلند. شاکی ها می گویند آقای جانسون با تعلیق پارلمان فرصت رسیدگی نمایندگان به نحوه خروج از اتحادیه اروپا را کاهش داده تا حرف خودش را پیش ببرد و بریتانیا را بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج کند. سارا توماس، زنی که سرطان را شکست داده بود، این بار به جنگ امواج خروشان کانال مانش رفت. او توانست اولین شناگری باشد که بدون توقف 4 بار مسیر میان بریتانیا و فرانسه را شنا کرده، مسیری که بیشتر از 54 ساعت طول کشید. رابرت هال گزارش میده. خسته اما شکست ناپذیر. As the first rays of the sun lit the shoreline ahead. با اولین پرتو آفتاب سارا توماس به آخر سفرش رسید. دوستانی که به او دلگرمی داده بودند برای استقبال از او منتظرش بودند. داشتم بالا می آوردم، حالم بد شده بود، اما شوهرم می گفت ادامه بده، تو می تونی. این قصه اراده و استقامت در اولین ساعات روز یکشنبه شروع شد. سارا توماس میگوید او شنا می کرد تا بتواند دوره درمان سرطانش را تحمل کند. این بار اما به افتخار نجات یافتگان از سرطان به آب زد. 54 ساعت و 10 دقیقه در شلوغ ترین مسیر کشتیرانی در جهان. I've been through chemo and radiation and a mastectomy. And I didn't know if I was going to make it to شیمی درمانی شده بودم و همینطور پرتو درمانی. نمیدونستم که چی میشه. برنامه شنا رو از قبل ریخته بودم. به دکترم هم گفتم. به خودم گفته بودم هر چی میخواد بشه. من این کارو میکنم. شب دوم خیلی خسته شده بودم، اما دائم به خودم میگفتم امشب هم میتونم. امشب هم شنا میکنم. نزدیک بود ببرم، اما هر بار به خودم میگفتم میتونی. I can swim through this night. I almost didn't, but I did. I just anytime I wanted to quit. Just that affirmation, I can swim through this night. The 4 legs of the journey should have totaled 84 miles. مجموع 2 بار رفت و برگشت باید 135 کیلومتر میشد. اما گاهی امواج سارا را از مسیرش خارج میکرد. در نهایت او نزدیک به 210 کیلومتر شنا کرد. کوین مورفی که خودش هم زمانی این مسیر را شنا کرده بود، سوار قایقی بود که سارا را همراهی میکرد. او میگوید رکوردی که سارا زد دستاوردی بزرگ بود. هر چند بار که بخوای میتونی تمرین کنی، اما اگه نتونی جلوی افکار منفی رو بگیری موفق نمیشی. صدایی که توی ذهنت هی بهت میگه تو نمیتونی. سارا توماس مشهور است که بعد از هر شنا 24 ساعت میخوابد، اما با تاثیرات جسمی و ذهنی شنای این بار ممکن است کمی دیرتر بیدار شود. رابرت هول، بی بی سی نیوز، ات سندگیت این کنت. همطور که پیشتر گفتیم، مقامات وزارت دفاع عربستان سعودی گفتن که اسنادی را عرضه می‌کنند که بر اساس اون ایران عامل حمله به تأسیسات نفتی عربستان بوده. کنفرانس خبری مقام‌های وزارت دفاع عربستان قراره که تا نیم ساعت دیگه شروع بشه. همینطور وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو هم در عربستان هستش برای مشورت با مقام‌های سعودی. ما این نشست خبری رو زنده پوشش خواهیم داد، بنابراین با ما بمونید تا حدود نیم ساعت دیگه. به محض شروع شدن این نشست روال برنامه رو متوقف میکنیم تا به صورت ویژه این کنفرانس خبری رو برای شما پوشش بدیم. به این ترتیب به پایان این بخش خبر میرسیم. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.